پس از انتشار خبر تجاوز یک راننده مؤسسه تاکسی رانی اوبر به یک مسافر زن در دهلی، فعالیت این مؤسسه در پایتخت هند به حالت تعلیق درآمد. به گفته پلیس هند، راننده مظنون 3 سال پیش به اتهام تجاوز دستگیر و زندانی شده بود. استخدام فردی با چنین سوء پیشینه‌ای اعتبار این مؤسسه جنجال برانگیز آمریکایی را زیر سوال برده است. انتشار این خبر 2 سال پس از تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در پایتخت هند، بار دیگر موجی از خشم و انزجار را در این کشور برانگیخت. ده‌ها تن از هواداران حزب مخالف و فعالان و مدافعان حقوق زنان با تجمع در برابر دادگاهی در دهلی از عملکرد نخست وزیر هند انتقاد کردند. آنها خواستار تأمین امنیت زنان این کشور شدند. به باور آنها نخست وزیر به اندازه کافی به موضوع امنیت زنان توجه نداشته است. این حادثه مرا نگران می‌کند. وقتی با دوستانم می‌خواهم شب‌ها بیرون بروم و از نظر روحی و روانی آزاردهنده است. آزار جنسی زیادی را در حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس شاهدیم. هیچ جا حتی وقتی در خیابان راه می‌رویم امنیت نداریم. انتقاد از مؤسسه تاکسی رانی اوبر در حالی اوج گرفته که این شرکت با استخدام رانندگان جوان و تأکید بر تأمین امنیت مسافران در تلاش بوده تا دامنه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ هند توسعه دهد.